السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزيز برادر كمبني مسلح دين ده بزر حج شريف جوح جمع درمت ان شاء الله مراجعت کنین ریکلام نیست توصیه پروستو این حال ما در بگیم چی قرار داریم در مدینه منوره در کی احود داری پرا بگیم اینجی که میبینین در اینجا صحابه ها خوبی دستن از اون صحابه یعنی عمک رسول خدا صلی الله علیه و سلم حمزه در همینجا خوبیده یعنی در همینجا شهید چی دگین و در اینجا جوال رومان است کسی نشان میده در اینجا کوهی که در اینجا بگیم صحابه ها تیرپرانی میکردن نیزه زنی میکردن در اینجا بسیاری صحابه ها شهید چی دگین در اینجا بگیم صحابه ها به قول عادیش بگیریم اگر در اینجا جنگ بود داده بودن یعنی ببینید که بچی مشقتی بسیاری هاشون از دنیا گذشتن بچی مشقتی بچی غم اندوه بچی مشکلی ها یعنی الحمدلله اسلام با ما آوردن الحمدلله باید ما شکرگزار باشیم پروردگار که دین اسلام بر ما بی پل به آسانی از دنیا تولد شدیم به بطن مادر من برا آمدیم الحمدلله مسلمان هستیم با کلمه لا اله الا الله و به دنیا آمدگیم پدر مادرمون الحمدلله و بسم الله و الحمدلله با لقمه حلال ما و شما را کلام کردگیم تعلیم دادگیم باید ما و شما شکرگزار باشیم اولش الله سبحانه و تعالی را بعد این گره صحابی یا گرامه که یعنی با ما و شما دین اسلام را آوردن که رسول خدا صلی الله علیه وسلم دائمان حتی در نزدی مرگش میگفت امتی 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 یعنی برادران من امتان من با اون خاطر فکری ما و شما را میکرد با اون خاطر ما و شما هر لحظه و زمان وقتی که یفتیم بگیم که صلی الله علیه و سلم اللهم صلی علی را بخونیم اللهم بارک علی را بخونیم برکی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرموید که بخیل همون شخصی است که نامی مرا میشنوه و با من صلوات نمیفرسته بله و در دیگه حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرموید که من صلی علی واحده صلی الله بها عشر او صلی الله علیه عشر هر کسی که میگه برای من یک صلوات میفرسته الله در جواب برای او 10 صلوات میفرسته و در دیگه حدیث هم روایت میشه که هر کسی صلوات میفرسته الله 10 گناهش هم میبخشه و 10 گناهش هم که بخشید و 10 ثواب در نامه اعمالش نوشته میشه و رفع درجاتش میشه خوش به حال انسانی که واسه میگه عین حال با امرای ما و شما صلی الله علیه و سلم یعنی که برادرو بنیم بفرمایید یعنی که گفتار حضرت من خلاصه کردم که همین خدمت یک بار اگر تماشا کسی باشه کسی که باشه نباشه مثلا پای خواهر یا برادری اکی یا کسی باشه یعنی که برای خودت سوال بوده که به خاطر الله چی کردی کی ده خدمت کردی مثلا بله بسیاری ها مثلا که ناشکرگزاری میکنن دیگه و دیگه بعضی ها را مثال یادی بگیریم که در سرایندگی میبینیم که جنگ جنجال میکنن که شما در ریب چی کردین یا در صحنه چی کردین دیگه و دیگه پیش از اون که این سوال ها را بکنیم پرسان کنیم که در دین اسلام ما و شما چه خدمت کردیم برای پدران و مادران خود چه خدمت کردیم برای هیچ کنه برای خودت برای اخیرت خودت بله برای اخیرت خودت توشه اعمال خود چی کردی چی اعمال صالح داری چی با خود میبری اکثریت همون پرسان میکنه سبحان الله میگه نماز نخونده 3 سال و 4 سال و 5 سال بعضی سبحان الله میگه 40 ساله هستم تا حال سجده کردگی نیستم تا حال نماز خوندگی نیستم ما الحمدلله شما خالی برادران میگم برام تو دوستان که پول دارن مال دارن نکه ولی حضرت که چی نمیکنن صرف نمیکنن برای الله یعنی در راه الله که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم میفرموید که والذی نفسی محمد بیده قسم به آن ذاتی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم میگه که قسم به آن ذاتی که جان محمد در دست اوست ما نقصت من مال امت من صدقه میگه قسم به آن ذاتی که جان محمد صلی الله علیه وسلم در دست اوست یگان چی از مال امتانی من کم نمیشه و هر وقتی که اونها صدقه بکنن در صدقه در دستگیری یتیما فقیرا کمبغلها بیوزنها یعنی هیچ گوه نترسین یاردم کنین کوشش کنین الله سبحانه و تعالی 10 برابر بر میگردانه و هم مالتون تازه میشه هم بگیم کمبغلا خوشحال میشون دستگیری میکنین الله دوست میداره بنده ایشه که از سری مال شده خودش صرف میکنه خب دوستان عزیز قصه کوتاه این ما هستیم این حال در جبل احد با دعا باشین در حق غریبا مهاجرا مسافرا بی زنها زندارا بی فرزندها بی شوهرها
نقشان دعا کنید که خداوند هر یک دیمه و شما را موفق بگردانه و هر انسانی که شرایط داره خداوند به ایجا و مکان مقدس برسانش. کسی که شرایط نداره الله شرایط چه محیا کنه و ایجا برسانش. هم اپا هم خواهر هم اکا هم دادر هم پدر هم مادر همه مسلمان ها. سلام علیکم.